لباس مارشالی بر تن یک طالب. شبرقان چگونه سقوط کرد؟ افشاگری های تازه و تکان دهنده پس از یک سال. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. مشروع اخبار اندپندنت فارسی گزارش می دهد. مارشال عبدالرشید دوستم نوامبر 2019 در اوج اختلافهای سیاسیش با اشرف غنی رئیس جمهوری وقت افغانستان در نشست با حضور شماری از سیاستمداران افغان در خانه خود در شهر شبرقان از غفلت حکومت در سرکوب طالبان انتقاد کرد و گفت که اشرف غنی از اوضاع افغانستان غافل و سرگرم طرح‌ها و برنامه‌های قومی است. او در حالی که لباس نظامی بر تن داشت گفت که با ادامه پیشروی طالبان به سمت شهرها، بی توجهی حکومت و قومگرایی اشرف غنی، تصمیم دارد برای مردم و کشورش مبارزه کند. او به کنایه گفت خانه گرگ بی استخوان نیست. دوستم میخواست با این سخنانش بفهماند که هرچند در دولت مسند رسمی ندارد و دم و دستگاه نظامی در اختیارش نیست، و عنوان یک رهبر نظامی و سیاسی میتواند در مقابل دشمنانش ایستادگی کند و در زادگاه شبرقان به قدر کافی نیرو و مهمات برای جنگ در اختیار دارد. این سخنان دوستان موجی از نگرانی در دستگاه دولت وقت ایجاد کرد و در سخنانش هشدار داد که اگر اشرف غنی به برنامه های قومگرانه خود ادامه دهد، سرنوشت رو با آنچه بر دکتر نجیب الله آخرین رئیس جمهور دولت دموکرات سوسیالیستی افغانستان گذشت یکسان خواهد بود. چند روز پس از این سخنان دوستم نمایندگان اشرف غنی به دیدار او رفتند. پس از آن هم ژنرال اسکات ملر فرمانده نیروهای حمایت قاطع و ناتو با گروهی از نظامیان خارجی به دیدار دوستم آمدند و یک مدال نظامی بر سینه او نصب کردند. زادگاه دوستم شبرقان است و آن زمان تصور می شد که این شهر در مقابل طالبان نفوذ ناپذیر است، اما شبرقان 8 اکتبر به دست طالبان سقوط کرد. ساعت پس از ورود طالبان و شبرقان، یک عضو طالبان به خانه مارشال دوستم وارد شد و لباس نظامی او را پوشید و با آن عکس یادگاری گرفت. دوستم آن لباس و نشانهای نظامی را در جنوری 2022 و در جریان مراسم دریافت درجه مارشالی پوشیده بود و هر از گاه در مصاحبه با رسانه ها نیز با همان لباس ظاهر می شد. 110 روز دفاع شبرقان، خانه گرگ خالی شد. حاجی اکرم پهلوان، یکی از فرماندهان حاضر در خط مقدم دفاع شبرقان، طی 110 روز جنگ نفذگیر در آن شهر بود. حمله و تهاجم طالبان به شهرهای افغانستان از اوایل ماه می آغاز شد و دوستم پسرش یار محمد را با فرماندهان و نظامیان تحت امر خود از کابل و شبرقان اعزام کرد تا از نفوذ طالبان به داخل شهر جلوگیری کنند. در شبرقان یک واحد ارتش افغانستان نیز مستقر بود و در کنار آن شماری از نیروهای پلیس و امنیت ملی نیز حضور داشتند، اما تصمیم گیری و فرماندهی جنگ بر عهده دوستم و پسرش یار محمد بود. دوستم همواره از بی‌توجهی رهبران حکومت وقت افغانستان و شبرقان شاکی بود. او یک بار در اوج حمله و تهاجم طالبان به مرکز شهر شبرقان گفت که نیروهای دولتی و نیروهای تحت امر او که در خط نخست دفاع شبرقانند حتی یک گلوله کلاشینکوف هم کمک نمی کنند. دوستم که همزمان با تشدید عملات طالبان به شبرقان در 13 می وارد آن شهر شد، اواسط جون به کووید 19 مبتلا شد و مجبور شد برای معالجه به ترکیه برود. وضعیت سلامتی دوستم به قدر وخیم توصیف شد که به گفته یکی از نزدیکانش با امبولانس هوایی به انقره پایتخت ترکیه منتقل شد. همزمان با بستری شدن دوستم در انقره، پسرش یار محمد دوستم هم که فرماندهی جنگ در شبرقان را بر عهده داشت به کابل رفت. گفته می شد او نیز بیمار و تحت معالجه است. دوستم 4 اکتبر از بیمارستان مرخص شد و به کابل بازگشت، اما وقتی به کابل رسید که بسیاری از شهرها از جمله شهرستانهای جوزجان به تصرف طالبان در آمده بودند و شهر شبرقان نیز در محاصره بود، دوستم 7 اکتبر با اشرف غنی ملاقات کرد و آماده بود دوباره به شبرقان برود، اما هرگز این فرصت را نیافت. او به مزار شریف رفت تا همراه با دیگر رهبران سیاسی شمال برای اوضاع
چاره بیاندیشد. حاجی اکرم پهلوان میگوید که با تجدید عملیات طالبان و شبرغان مارشال دوستم حدود 3000 نیرو برای مقابله با طالبان بسیج کرد، اما به دلیل نرسیدن کمک و تجهیزات نظامی این نیروها نتوانستند مقابل طالبان دوام بیاورد. حاجی اکرم که فرماندهی بخش از این نیروها را بر عهده داشت گفت: مارشال صاحب دوستم برای ما پول میفرستاد و ما اسلحه و مهمات میخریدیم، دولت هیچ کمکی نمیکرد. از جانب دولت تنها یک واحد نظامی و 11 اراده تانک در شهر شبرغان وجود داشت، بقیه هرچی بود متعلق به مارشال بود. بیش از 200 تن در دفاع از شهر شبرغان کشته شدند. به گفته حاجی اکرم پهلوان در جریان حدود 110 روز دفاع از شبرغان بیش از 200 نفر از میان حدود 3000 نیروی که با طالبان می جنگیدند کشته شدند. او معتقد از بیشتر این نیروها محافظان مارشال دوستم بودند که از سالهای پیش تحت فرماندهی دوستم فعالیت میکردند. عزت الله وردم، هاشم آستانه، علی سرور، نجم الدین عرب خانه و نادر رؤوف از جمله فرماندهان ارشد تحت امر دوستم بودند که در جریان دفاع از شبرغان کشته شدند. کشته شدن بیش از 200 تن در دفاع شهر شبرغان را یک مقام ارشد امنیتی دولت اشرف غنی که بیشتر مسائل شمال را دنبال میکرد نیز تایید کرد. این منبع به شرط محفوظ ماندن نامش گفت که انتخاب یار محمد پسر مارشال دوستم به فرماندهی جنگ شبرغان نارضایتی های را میان فرماندهان حزب جنبش پدید آورد و او نتوانست مانند پدرش اوضاع را مدیریت کند. به باور این منبع بیمار شدن دوستم در میان جنگ و خالی شدن صحنه از حضور او باعث شد تا روحیه مدافعان شبرغان تضعیف شود و طالبان به سمت مرکز این شهر پیشروی کنند. از سوی دیگر این منبع میگوید خانه گرگ که دوستم از آن سخن میگفت سالها قبل تخلیه شد و تجهیزات و مهمات قابل توجهی برای دوستم باقی نمانده بود. به گفته این منبع دوستم از 30 سال قبل مقدار مهمات و تجهیزات نظامی به شبرغان منتقل کرده بود و این مهمات نزد فرماندهان کلیدی و نگهداری می شدند، اما آنها در 20 سال گذشته به تدریج این مهمات و تسلیحات را فروختند. یک هفته در یتیم اتاق. حاجی اکرم پهلوان در مورد چگونگی سقوط مرکز شهر شبرغان گفت: روز 8 اکتبر مهمات کمی برای ما مانده بود و دیگر برای دفاع شبرغان شانسی وجود نداشت، چون راه های دریافت مهمات نیز قطع شده بود و طالبان به وسیله تجهیزاتی که از سر پل و دیگر شهرها به دست آورده بودند به شبرغان هجوم آوردند. صدها نیروی امنیتی از جمله یار محمد دوستم پسر مارشال دوستم و مسئولان امنیتی جوزجان روز 8 اکتبر شبرغان را ترک کردند و به سمت فرودگاه جوزجان در اومه شهر رفتند. یار محمد دوستم و چند نفر از محافظان ویژه مارشال دوستم عصر 12 اکتبر با هلیکوپتر نظامی از یتیم اتاق به مزار شریف منتقل شدند. بخش از نیروها هم به طالبان تسلیم شدند، اما حدود 1000 نیرو شامل نیروهای دوستم و نیروهای دولتی تصمیم گرفتند از طریق دشت‌ها و دره‌ها و در حالی که همه مسیرها در کنترل طالبان بود خود را به مزار برسانند. دوستم متا محمد نور و محمد محقق با امضای یک پیمان نظامی متعهد شدند از مزار شریف دفاع میکنند و این نیروها به پشت گرمی حضور این 3000 رهبر سیاسی در مزار شریف میخواستند با عبور از دل دشمن خود را به این شهر امن برسانند. در 13 اکتبر تنها 68 نفر از حدود 1000 نفر توانستند خود را به مزار شریف برسانند و بقیه نیروها در جریان کمینهای طالبان در این مسیر 140 کیلومتری یا کشته و یا بازداشت شدند یا خود را به طالبان تسلیم کردند. نیروهای دوستم پس از 110 روز جنگ بیوقفه در شبرغان متلاشی شدند. شمار اندکی از آنان که مانند جنرال قاسمی و اکرم پهلوان هم که خود را به مزار شریف رساندند دیگر توان ادامه جنگ نداشتند. دوستم نیز اگرچه در مزار شریف شعار میداد که تا آخرین توان می جنگد، در حقیقت دیگر توانی برای مبارزه نداشت. زادگاهش سقوط کرده بود. لباس مارشالیش بر تن یک طالب بود. هیبت نظامیش شکسته بود و طالبان نیز اسلحه و مهمات کافی در اختیار داشتند. تشکر از توجهتان. تا درود دیگر، بدرود.